شیعیان هندوستان اعلام کردند مسجد بابری در ایودیا که توسط هندوهای افراطی این کشور تخریب شد به شیعیان تعلق داشته است. شورای مرکزی وقف شیعیان در ایالت اوتارپراچ این تصمیم را در پایان یک نشست دو روزه در لاکنو گرفت. به احتمال زیاد این شورا در نخستین مرحله فرمان صادر شده توسط دادگاه فیض‌آباد مبنی بر تعلق مالکیت این مسجد به اهل تسنن را به چالش خواهد کشید. هیئت مدیره وقف شیعه اوتارپراچ گفت در گذشته هیئت‌های شیعه و سنی در کنار یکدیگر کار می‌کردند، ولی در پی کارشکنی‌های اهل تسنن این پرونده از دست رفت. وسیم رضوی رئیس شورای وقف شیعیان گفت مسجد میرباقی که به نام مسجد بابری نیز شناخته می شود متعلق به شیعیان بوده و اهل تشیع هندوستان صاحبان اصلی و مشروع این مسجد هستند. این مسجد در زمان سلطنت بابر به دست میرباقی ساخته شده و تاریخ نشان می دهد که وی یک شیعه از منطقه ایران بوده است. رضوی در ادامه گفت این مسجد همیشه متعلق به شیعیان بوده و متولیان آن همه از نوادگان پایه‌گذار آن یعنی مرحوم میرباقی بوده اند و آن تعداد از مؤذنین و امام جماعت این مسجد که سنی بودند حقوقشان را از متولیان شیعه دریافت می‌کرده و در این مسجد نماز می‌خوانده اند. رضوی همچنین اعلام کرد که از او خواسته شده در خصوص پرونده کنونی این مسجد در دادگاه میانجیگری کند. ولی ظفریاب جیلانی از کمیته مبارزه اهل تسنن برای مسجد مدعی شده است که شیعیان هند هرگز نگفتند که اسنادی برای اثبات حق مالکیت مسجد بابری دارند. مسجد بابری سبب اختلافات زیادی میان دو گروه هندوها و سنیها شده و تخریب این مسجد در سال 1992 میلادی اختلافات و درگیری‌های زیاد را میان دو گروه به راه انداخته است. اخیراً یک دیوان عالی در هندوستان برای بررسی این مسئله تشکیل شده و مقامات هندو را به سبب توطئه چینی برای تخریب این مسجد مورد پیگرد قانونی قرار داده است. شاین ذکر است در خشونت‌های به وجود آمده بین هندوها و مسلمانان بر سر مسجد بابری بیش از 2000 تن جان خود را از دست دادند.